میخوایی؟ چرا این دره نگاه کن گیر کرده. خب این بر بیا. به به. خب خب اینجا چیکار میکردیم؟ خودت اینجا چیکار میکنی؟ من داشتم با کبا میرفتم واسه جشن شب کیک و شم بخرم. جشن چی؟ با خواهرم صحبت میکنم. خیلی خب بیا بریم تو را برای توضیح میدم. اون چه کاریه؟ ماشین هست با ماشین میریم. آره راست میگم. لازم نکرده. شما تشریف بیار. ببینم شما با خواهر من چه نسبتی دارین؟ فریبرز دارم صحبت میکنم. خب معلومه فریبرز خان قراره که با هم دیگه ازدواج کنیم. قراره با هم ازدواج کنی؟ یعنی با هم هنوز ازدواج نکردی؟ وقتی میگی تو در همسایه خدای نکرده شما رو با هم ببینن نمیدونن شما قراره با هم ازدواج کنیم، برای خانواده ما نادخت میشه. فریبرز جان یه دقیقه اجازه بده، من از ایشون خواهش کردم. برو خونه تو، من میام تکلیفت رو روشن میکنم. بدو. ببین دوست عزیز، شما این به بعد حرفی حدیثی خاطره چیزی داشتی با تعیین وقت قبلی با پدر مادرم. افتاد؟ سلامت. اجازه بدی توضیح. سلامت. بیا چرا گیر توضیح بدم. بشین تو ماشین بشین. دیدی جواب سر بالا میدن؟ سفی جون شما یه لطفی بکن، مورد خاص مثل این دیدی طرفو مثل گوسفند نکش پایین. موقع تو در همسایه‌ها میبینم فکر می‌کنم مورد منکراتی بوده. میگم که تو میدونی که فریبرز کیکوشم واسه چی میخواد؟ من چی میدونم؟ شاید تولد که خواهرشه. تولد فرشته خانم. نه خیر، تولد فرشته خانم یکم اسفند ماه. برو برو وای نسته برو. باشه که برو. خدافظ. فریبرز جان چرا اینجور میکنی؟ خب این دوتا به هم علاقه دارن، میخوان با هم ازدواج کنن. عزیز من، خواهر آدم ناموس آدمه، ناموس آدم هم آبرو آدمه، من رو خواهرم اساسم. درود بر شرفت. خواهش میکنم. آفرین به غیرت. خوش اومد ازت. را بیاف. این بغلت پیاده میشه. خیلی ممنون. دست درده. آقا! آقا! بله. ببخشید کدوم از این روزنامه آگهی داره؟ همه شون آگهی دارم. دست درده. قربانه. خانم پیشی فروش دارو آرایشی دانشگاه کار در منزل استقلال آقایون نظافت منزل به محل کار نگهداری کودک و سالمند قابل توجه علاقمندان به خوانندگی. صدا از شما ساخت از ما. این همه حساب داری. خب شماره شنگ 45. سلام. الو سلام خانم، خسته نباشید. حالتون خوبه؟ شما با شرکت باراگستر زرین پرتو پیشگامان سرسبز تماس گرفته اید. برای تماس با مدیریت عدد 1، برای تماس با واحد استخدام عدد 2، برای سلام عرض کردم خانم. شما با واحد استخدام تماس گرفته اید. لطفاً برای اعلام ظرفیت باقی مانده عدد 1 و برای خروج از سلام عرض کردم خانم. ظرفیت باقی مانده برای استخدام 0. لطفاً عدد 1 را زده و به سرعت از سیستم خارج شوید. سلام قربان، خسته نباشی، حالتون خوبه؟
خدا قوت. خدا خواستم در رابطه با آگهی استخدامتون صحبت بکنم. بله بله چش چش حتما میام. فقط شرایطی چیه قربان؟ الو 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 بد که الو سلام آقا سینا. سلام، چیزی شده؟ نه هیچی نشده، فقط خواستم به خاطر رفتار فریبرز ازتون معذرت خواهی کنم. به خدا اون رفتارش بد نیستش، زبونش تونده، وگرنه تو دلش هیچی نیستش. اشکالی نداره، شما اصلا خودتون رو ناراحت نکنین، هر چی باشه امروز روز مهمیه. ای بابا اینم رومونده، نگران نباشین، شما اصلا به جشنتون برسین. منم از صمیم قلب به شما تبریک عرض میگویم. مگه شما هم خبر داری؟ بله، اتفاقا خیلی هم دلم میخواست که تو همچین جشن مهم شرکت کنم، ولی افسوس که امکانش نیست. به قول آقا فریبرز، ایشالله بعد عقد عروسی. بله ایشالله ایشالله. حالا ما جای شما رو خالی میکنیم. ببخشید دیره، دیگه من به خانواده سلام برسونیم. سلامت باشین، خداحافظ. خداحافظ. چی میگه؟ نام نام خانوادگی میزان تحصیلات. کوچیک شما صمد قیصری هستم، متولد 1336، صادر از جیرده پایی، با فوق دیپلم زمان قدیم که البته ارزشش از لیسانس الان هم بیشتره. توجه کردی؟ زمان معتبر. آقا من زامن دارم. چیکار آقا زامن دارم؟ مثل که نوبت باز نیومده، میخواد بره. اجازه بدید بفرمایید. قربان من 30 سال تو اداره کار کردم، فکر کنم خودش این اعتبار دیگه. 3 میلیون تومان هفته میخواد. بله بله. واسه ضمانت کاریتون. چشم. کپی شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت هم ارزامی. چشم. در ضمن سوی پیشنهادیتون دارم. چشم. کارت سوختن دارم. چشم. فقط قربان یه سوالی خدمت شما داشتم. شما بفرمایید برای من خیلی مهمه. حقوقش چقدره؟ چقدر میدی؟ حقوقش هم بستگی داره. از کف شروع میشه 300 تومن تا سقف 500 تومن. ساعت کاریتون هم 7 صبح تا 9 شب. واو شما خبره بابا، خیلی زیاده. 4 ساعت هم کار میکنن، چیزی هم مصرف نمیکنن. این دیگه که حتی باید یه چه خجالت بکش آقا از سنت. بابا نوبت منه، داره از من سوال میکنه. بفرمایید. اجازه بدید شما بفرمایید. چی داشتم میگفتم قربان؟ بله عرض کنم خدمت شما خیلی زیاده. وای زیاده میخوای ما کفشو به شما بدیم، همون 300 تومان چطوره؟ نه نه نه، اونو ببر بالا، اینو بیار پایین. ای آقا ما اینجا چیزو بالا پایین نمی‌کنیم قربان. شما اگه نمی‌خوای با ما کار کنید بفرمایید یه نفر بعدی بیاد. نه 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 ای آقا، نه قربان، یالا شما ناراحت شدی جواب من چیزی نگفتم، یه سوالی کردم. جاش قبول، همه شرایط قبول. شما بفرمایید من چیکار کنم؟ شما فردا صبح ساعت 7 صبح اینجا باشید. بله. با موتور و بله. مدارکتون. موتور؟ موتور واسه چی؟ پیش موتوری موتور می‌خواد دیگه. ما لوازممون و جنسامون چجوری به دست مردم برسونیم؟ آقا من موتور دارم، مدارکش هم دارم. شما خجالت نمیکشی؟ من این همه سال کار کردم که بیشم پیک موتوری، اونم با فوق دیپلم زمان قدیم که ارزشش از فوق لیسانس الان بیشتره. این حرفا کدوم مرد حسابی؟ بیا برو بیرون ببین الان لیسانس‌هاش همه دنبال کارن، همه در به در کارن. من اگه به شما لطف کردم فقط به خاطر اینکه دیدم با عیالواری، خواستم یه جورایی دست تو بگیرم، یه لطفی در حقت کرده باشم. اینم دست درد نکنه. خیلی ممنون که لطف کردی. خواهش می‌کنم از این لطف یه بازنشسته نکن. من این همه سال کار نکردم که آخرش باشه موتور بچه. اونم با فوق دیپلم زمان قدیم که ارزش از دکترای عللم بیشتره. توجه نمودی؟ بله ببخشید. نفر بعدی. تقدم با شما. خود شما بردار. آقا من موتور دارم، مدارکش هم دارم، 24 ساعت هم واسهتون کار میکنم، چیزی هم مصرف نمیکنم، پاچ پاچم، خاک پاتم. فرشته
فرشته. بله مامان. بیا چقدر خوشگل. خب مامان شماش هم بذار برم. آخ بگی بگی بگی. گرفتم. خیلی قشنگه. خیلی خف. ماما این که سفته بابا. خب از اون ور بگیر میشه سی. من بعد بگم. بر از این باشه. فری برز کجاست؟ اونجا تو اتاقه نمیاد بگیر. برو دیگه دلش دارم. فری برز بیا این باد کنن کار باد کن. اخفون تو باز کن دیگه. من به خاطر بابا این کارو کردم. نخواستم اذیت بشه. مامان جان من در جریان بودم. اصلا فریبا اشتباه کرده. آره داداش من اشتباه کردم. ببخشید. خب اخ متو باز کن دیگه. الان بابا میاد. جون فریبا. این چیه دسته؟ اسسی مداقل. ببینم. یعنی سوپرمن. برو بزن کن با اونا. باشه. بیم باز کن اکارو. دست درد نکنه داداش. میدونستم با ما شدی میکنی. راستی فریبرز میگم با کیوان بودی نفهمیدی میخواد بره خواستگاری یکی؟ چرا بابا؟ چه بازار میخواد کور کنه بره دختر چنگیز رو بگیر؟ چی؟ دختر چنگیز؟ اه اه که نه قیافه داره نه اخلاق. تازه یکی دو سالم که از کیوان بزرگتره. واقعا واسهش متاسفم. چقدر تو داری بی خود حرف میزنی؟ کجاش بدبخت زشته؟ من دیدمش هم خوشگله هم خانم. مبارکش باشه ایشالله. به نظر من که اصلا به هم نمیان. حتما مامان باباش دورش کردن. وگرنه کیوان که اینقدر بد سلیقه نیست. نه بابا اتفاقا خودش دوست داره. مامان باباش زیادم راضی نیستن. بچه ها بجنبیدن باباتون میرسن. الو شیه گندم سلام. الو آقا صمد سلام کجایی؟ من جلوی در. آرزی در خونه. خیلی خب پس بیا تو. باشه باشه خودم. بودو این بزن در خونه. بودو این فریبرز چراغ رو خاموش کن. بودو سر رو خاموش کن بابا. برق زیاد میاد دیگه باید مراقب باشی. خاموش کن. اونو خاموشش کن. باشه. بله. اومدم اومدم. کیه؟ آژانس اومدم اینا دادم. دست تو درد نکنه. سلام. سلام. آقای قیصری؟ بله. یه آقای اینو براتون فرستاده. برای ما؟ بله. دستشون درد نکنه. اینم هست. خواهی زودی آورم کرایتون رو بیارم. حساب شده قربان. حساب کردن؟ بله با عزتون. از شما دردن خواهش میکنم. از طرف سینا. من از همه تون ممنونم. خیلی زحمت کشیدم. ما از شما ممنونم. شرمندی کردیم. ما باید از شما تشکر کنیم. این همه زحمت کشیدی رفت. من کاری نکردم که. تقدیم به پدری مهربان که بعد از 30 سال زحمت توانست جان سالم از اداره به در ببرن. آقا جون اصیل دارم. کارو چی نکو بسرم. این کارو زحمت کشیدی بابا جون. بابا جون من زحمت کشیدی. زحمت کشید بابا جون. من از تو اصلا انتظار ندارم. ایشالله که کار بیشتر بشه بتونی یه شرکتی برای خودت بگیری. ایشالله ایشالله. بابا بذارید به افتخار. هورا. بیا بابا خودت. نه آقا جون بابا ما دیگه یک کادو ناقابل شما. آره بابا آخه بابا باز کن دیگه. باز کن دیگه. سی سال ما در سی سال کمی سال. بزنید.
آقا جون یه لحظه اگه سب کنین اگه اجازه بده ببخشید بلم کن آقا جون گفتم یه لحظه اگه بشین بلم کن من رو تو توضیح بدم آقا جون دیگه کارت به اینجا رسید که منو مسخره میکنی من غلط بکنم میدونم تو اون کلت چی میگذره منظورت همینه آره فرشته برو به جای فشار خون برو یه دونه میخیار که گوشمو سوراخ کنم گوشفرها رو بزنم به گوشم نه آقا جون منظورت همینه دیگه نه بابا بزنم من برای تو خونه وایسم از این به بعد رخت بشورم ظرف بشورم آشپزی کنم آره غلط بکنم غلطم کردی برو گم شو آقا جون یه لقه خواهش میکنم بابا قهر میکنی واسه تو غلط کردی این چه هدیه یه واسه بابات خریدی بابا این اصلا مال من نیست مامان چه بس مال کیه این روسری و گوشواره پسر احمد آقا جون بابا باور کن چرا به حرف من گوش نمیدی بابا این اصلا برای من نیست چرا شما متوجه نیستی اشتباه شده من هم چه چیزی نخریدم خب پس این مال کیه بابا این مال چیز دیگه برای کیوان ها برای دختره که چنگیز برای اون خریدستم ما با هم صبح رفتیم بیرون ها ما نرفتیم آره. داشتیم میرفتیم خرید من کلی واسه آقا جون چیز بس خریدم به جون آقا جون یه شلوار خریدم یه پلیور مجلس خریدم او اتکلون خریدم اونم الان واسه دختره اینا رو خرید اشتباه شد یعنی برد با خودش خونه منم چون میوه دستم بود قرار به آژانس فرسته الان فرستاد اشتباهی آورده حالا چی داستانی دارم اونا اه اه پسر ندید بدید هنو هیچی نشده رفته واسه دختره طلا گرفته پس فردا که پاپیش بذارم میخواد چیکار کنه حتما میخواد خودشو تیکه تیکه کنه این قضیه دختر چنگیز چیه هیچی بابا کیوان خاطرخواه دختر چنگیز شده قراره برم براش خواستگاری آره. من اگه هفت تا دختر کور کچل هم داشته باشم به پسر سیروس نمیدم خیلی خوب حالا این حرفا رو ول کنیم پاشو آره دیگه شمع تو پاشو دیگه بابا کیش بکنیم بخوریم هزار تا بدبختی دارم بابا آقا جو شاد باش دیگه بابا 30 سال زحمت کشیدیم شب بازنشسته شدی 10 سال موقعیرم من زحمت میکشم شما فقط بخوره اشغال زبون تو گاز بگیر دستا چه بابا منظورم همون 100 سال دیگه بله 100 سال سایه‌اش هم رو سر هممون باشه ان شاء الله جذب میدی برای چاله من یه چیزی گفتم نوکر تمام بابا جون بیا بابا گورو بابا جون پاشو بریم دیگه دل ما رو نشه بخوام خیلی زحمت باشه دیگه بابا تا همینجا کافیه بفرمایید بابا نمیشه دیگه بولا ندارم دیگه نگاه اینا تشکی واسه سلام میمتدم وگرنه بتونم آقا جون من واسه شما اینا نخریدم بفرمایید که دستتون درد نکنه ممنون شما بفرمایید آقا جون دیگه نشینید آقا جون من میخوام بخوابم حالم خوب نیست بودو دیگه بودو بیار دیگه ببین فشار خون نیاری آقا جون میخواد داره دوربین بیاره عکس بگیره بس دیگه چیکار میگی دستتون آره آره بابا روش مال بچه‌ها سیگه مگه چند تا بابا داریم که با خوش هستش یعنی 30 سال خدمت داری بله بله من تو تشکنم خدمتمو مذارت نخواه آقا جو یا فوت کردم دیگه خوبه؟ جواب بده دیگه گوشی تو بچه چی شد جواب ندادن؟ نه بابا وای چقدر دلم شور میزنی تعویزم بفرستادم دنبالش که از اونم خبری نیست نگران نباش هما خانم یه زنگ بزن خونه آقا صمد پیداش میکنی اگه اونجا نرفته باشه چی؟ وقت نمیگن اینا چقدر بچهشون وله نمیگن نصف شبی کجا داره چرخ میزنه بد میشه باسش ای بابا هر کی ندونه فکر میکنه دختر ملکه جورجیا رو واسش لقمه گرفتی ها اون دختر صمد دیگه این حرفا رو نزن آقا سیروس زشته پس فردا این دختر عروس این خونه میشه و وقت رود نمیشه تو چشاش نگاه کنی بعد یاد ملکه جورجیا میافتی ماما خانم تو چرا متوجه نیستی من خوبی پسرمو میخوام اصلا تو خودت بگو کیوان از یه خانواده پولدار زن بگیره بهتره یا از یه خانواده یه نمیدونم پول نداره بیچاره در پیته سبک وقت مثل این صمد که فردا خودش و زنش و بچهش و دخترش و تموم فک و فامیلش به بال گردنش بشه کدوم خوبه؟ اصلا تو از اولش هم پولکی بودی فکر میکنی واسه چی اومدی خواستگاری من؟ واسه اینکه بابام پولدار بود نفهمیدم بابای تو پولدار بود نخیر بابای تو پولدار بود خندوندیم لااقل اون داشت پرویز تو میگفت یه چیزی بابا تو آه نداشت که با ناله عوض کنه بابا من بدبخت جون کردم این خونه و زندگی را انداختم
مثل که خوشی زیر دل زده. خوشی زیر دل منو زدی؟ تو اینقدر بیاتفهی که اصلا نمیدونستین امروز روز تولد منه. حالا کادو سر تو بخوره، ولی نکردی یه شاخه گل بگیری بیاری تو این خونه. امروز مگه چندومه؟ صدومه. اتفاقا میدونستم، منتها اینو دیدم اینجوری گشتی تو دستشویی مخصوصا برات نگرفتم. یاد باشه دیگه اینا رو نذاری تو دستشویی. سلام آقا سیفی. سلام عزیزم، شب شما بخیر. ها؟ سلام علیکم آقا سیفی. علیکم السلام قربان، شب شما بخیر. حال شما خوبه قربان؟ ادرس شما چی بود؟ سلام آقا سیفی. سلام عزیز من، قربان شما، شب شما بخیر. آخه من نمیدونم. بیا بریم بریم. سیفی سلام. سلام عزیز من، سلام قربان تو. بفرما. ای پارک سلام، ای مردم سلام. دایی جان تو داد میزنی، چرا اینجوری میکنی دایی جان؟ از دست تو؟ یعنی چه؟ عجب دور زمانی شده، راست گفتن خجالت داره، ولی عین نقل و نبات دروغ گفتن مهم نیست. پسر راست گفتن که خجالت نداره. را بیا بریم. من کجا دایی؟ من نمیام دایی. کی گفته بچه حلال زاده به داییش میره؟ یه دونه دروغ گفتی، صد تا دروغ دیگه باید بگی تا اولی رو ماسمالیش کنی. را بیا برو زنگ در خونه یه فریبرز بزن، حرف راست بزن کف دستش، هم تو خلاص شی، هم من یه نفس راحت بکشم. دایی اگه نظر منو بخوای که کاملا مشخصه نمیخوای، من میگم من نیام بهتر، اصلا روم نمیشه. چطور رود شد دروغ گفتی؟ الان رود نمیشه راست بگی؟ را بیافت بریم ببینم. خب اگه ناراحت بشه قبول نکنه، من چجوری تو چشش نگاه کنم؟ عین وزق نگاه کن، از بلا تکلیفی که بهتره، خلاف شر که نمی کنی، میخوای عروسی بکنی؟ یلا بیار ببینم. دایی یه دقیقه بسا. ببین دایی. ببین دایی رو ول کن، دایری زندگی سزل داره، عشق و محبت. خب بذار یه دقیقه. خب آقا یه دقیقه نداره، راستشو بگو، قال قضیه رو بکن. هوا تو از اونجا دارم، دایی رو سربلند کن. بله؟ سلام فرشته خانم، کیوانم. چیه؟ اومدی دنبال روسری و گوشواره دختر آقا چنگیز؟ همونجا باش، الان میگم فریبرز برات بیاره. فرشته خانم؟ میگم برو جلو محکم، من هستم دیگه. سلام داداش. چی شد؟ چوا این بستر رو میگیری میبری خونتون، کسی هم نمیذاری ببینتش، خودم فردا میام ازت میگیرم. باشه قضیه چیه؟ داستانش طولانیه، فقط نذاری کسی ببینه. نه خیالت راحت. خب چیکارش اومدی؟ ببین داداش، اون قضیه بود که اصلا میخواستم باهات صحبت کنم، گفتم میخوام بهت بگم. خب در مورد اون قضیه اومدم باهات صحبت بکنم. الان نصف شبی؟ خب میشه فردا هم صحبت میکردیم دیگه. آخه اگه نگم شب خوابم نمیبره. یعنی اینقدر مهمه؟ آره. وایسا بگم یه دقیقه بریم. باش. بله فرشته، به مامان بگو من تو که بابا کیوان میره میخواد صحبت کنه، هم در روره عشق عاشقیش با دختر چنگیز و اینا. ببین فقط اون چیزایی هم که واسه بابا گرفته بودی ازش بگیری ها، یادت نره. بیا فریبرز، فریبرز با تو پارک نمیخواد صحبت کنه، همینجا قدم میذاریم صحبت میکنیم دیگه. بابا صحبت های عشق عاشقی تو پارک میکنن ها. نه دیگه، مال قبل عشق عاشقی، همینجا یه قدم بزنیم صحبت میکنیم. خب میگفتی باری کن. گفتم زنگ نزن دیگه. صمده. الو صمد جا. صمدو کوفت. مرد حسابی تو رود میشه بهم زنگ بزنی؟ ای بابا من چیکار کنم که دیگه صداتو نشنوم؟ قطع کن. خب قطع میکنه دیگه، میگم زنگ نزن. بابا نگی به خودی. ای. دوباره قطع کن. صبر کن. الان دوباره زنگ میزنم. کی مزاحمه؟ آره مزاحمه. ای کاش خدا یه پولی بهم میداد میرفتم خونه خودم، از شر این مزاحم نامرد خلاص میشدم. دیدی زن؟ هما گرفتیم یه، تو باهاش صحبت کن. نه بابا ای بابا تو اول صحبت کن، قطع میکنی. انگار تو نمیفهمی من میگم نمیخوام صداتو بشنوم. الو سلام صمد آقا. شما ای هما خانوم سلام، چرا گوشی داد دست شما؟ چه ناراحتی، اتفاقی افتاده؟ تو رو خدای دقیق قد نکنی. گوشی بدین بهشون، کارش دارم. خب آخه من یه گوشی رو بدم بهش که شما قطع میکنی؟ نه قطع نمیکنم، قول میدم، شرط میبندم. باشه گوشی. الو صمد جا، الان آرومی؟ سیروس، باعث تمام بدبختی های من تو هستی، توجه داری؟ البته مقصر خودم، اما
اگر همون موقع یخچال دخترم رو فرستادی رفت چهار تا لیچار وارد میکردم حقتو میذاشم کف دستت، آخر عاقبتم این نمیشد. توجه کردی؟ خرید از منی که بده اعتماد کردم. نفهمیدم بد کردم آبرتو خریدم؟ یخچال نمیدادم به این پسره؟ میومد خواستگاری رو به هم میزد آبرود میرفت. حالا بیا خوبی کن. تو میگی خوبی؟ مرد حسابی من امروز بازنشست شدم، میفهمی؟ ببینم نکنه فکر میکنی مقصر بازنشستگیت هم منم. بله که مقصری. اگه تو پول کوفتی رو میرفتی به حسابم، من اون وام رو میگرفتم بعد بازنشست میشدم، چی میشد؟ نه اصلا میسی که تو توجه نداری. فکر کنی نفهمیدم کی اون پول ریخت به حساب؟ خیلی خوب شلوغش نکن. فکر میکنی همه از کجا پول آورده؟ خب اونم پول منه. اصلا اونم بی خود کرد پول به حساب تاریخ. به من مربوط نیست. تا دنیا دنیا زیادم نمیره. توجه نمودی؟ در پیت. این همه حرف زدی. اصلا متوجه شد؟ بیا. به کی بخواد زنگ بزنه؟ اینم متوجه نشد. سر من داد میزنه. عجب دور و زمونه شده. فردا که از پا و اساسیت رو ریختم تو کوچه، اون وقت میدونی که با کی طرفه. من برم دختر بگیرم، اونم از خانواده صمد. بابا من غلط بکنم. یا الله. بابا شما کجایی؟ حدس بزنه غم پسرت کجاست؟ اتفاقی براش افتاده؟ نه بابا، فرستادمش بره پیش فریبرز راستشه بگه. الان داره مثل یک مرد با فریبرز راجع به ازدواج با خواهرش صحبت میکنه. اوکی با داش فاز لب ساحل و اینا رو دارین ها؟ رسیم به آزادی یا چی بگو دیگه. آها باشه. چجوری بگم؟ هر جور دوست داری بگو، فقط یه چیزی بگو مردم سرمو. آها باشه اینجوری میگم. ببین به طور مثال دارم میزنم. تو چنگیز خب، مثلا من میخوام بیام خواستگاری خواهرت. اوه ها مثلا آدم حرف بزنی، چی تر صحبت کردنه؟ مثلا تو خواهر کورکچل داشته باشم اینا رو به تو نمیدم. داداش داشتم مثال بی خود میکنه، مثال میزنم، شوخی دارم. ببین اگه رود نمیشه خودم منم با چنگیز واسه صحبت کنم. میخوای؟ نه چیه؟ میرم بهش میگم آقا فلانی از دخترت خوشش اومده، ببینم نظرش چیه. نه اینجوری حال نمیکنی؟ نه خب باش، من میرم به مامان بابام میگم برم با مامان باباش با چنگیز و خانمش صحبت کنم ببینم اصلا چه جوریه. اگه اوکی بوده مامان بابا تو مخالفن دیگه، بعد من مخ مامان بابا تو کار کنم. نه بابا نه، نمیخوام اینجوری شلوغش میکنه ولکی نمیخواد اینجوری هم شلوغ هم عروسی کنی دیگه، برات شلوغ میشه دیگه، چه فرقی میکنه؟ نه بابا اینم فهمیدم. آقا اصلا یه روشی واسات میرم جلو، آب از آب تکون نخوره. میرم به فرشته و فریبا میگم نه چیه گوش کن، از همه راه بهتره. میگم مستقیم برم با دختر خود چنگیز صحبت کنم ببینم اصلا نظر اون چیه. اگه نظر اون اوکی بود، یا میام به من میگم من پا پیش میذارم، یا به مامان بابا میگم اونا پا پیش میذارن. به هر حال یکی پا پیش میذاره دیگه، اونا مثل خواهرتن چه فرقی میکنه؟ قربونت برم. نه دیگه داداش من باخه با این همه اهن و طلب بیام برم مثلا. کدوم اهن و طلب؟ آخه اهن و طلبی نداری. آخه نمیخواد اصلا کسی با کسی حرفی بزنه، ولش کن. خب نمیخواد کسی با کسی حرف بزنه. خب روانی ما نس چوردی بیرون. نه فری جان یه دقیقه وایس بابا، من اصلا دختر چنگیزو نمیخوام. نمیخوای؟ کیو میخوای پا؟ نه اینکه نخوام، میخوام. خب آخه دختر چنگیز چیه؟ نمیخواد؟ نه بابا اصلا ولش کن. ولش کن چه؟ بابای دستگیره دره. ببین من با اینکه مخالفم این قضیه صورت بگیره، ولی من مثل بابا دینا نیستم، من رفیقتم. هر جا تو بگی واسه پا پیش میذارم. جون تو مخالفی؟ چرا؟ چرا ببینم این نصیحت بهت بکنم. از قدیم گفتم با یکی وسط بکن پس سر رو مجبور نشی چه که پدر زن و برادر زن تو پاس کنی. فهمیدی؟ اینو با قلم درشت بنویس بزن بالا سر تخت در وقت خوابیدی این نصیحت هم داشته باش. بیا فرید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. کیوان اومدی مادر؟ بابا کجایی تو که جون به سرمون کردی؟ گفتی؟ نه بابا نگفتم. نگفتی؟ یعنی گفتم. نه نگفتم. نمیدونم من اصلا هیچ چی به هیچ کی نگفتم. ببخش من میرم بخوامشم. میبینی خانم؟ میبینی؟ اینقدر بهش پروار دادی که خود سر شده این بچه. مگر رفته خواستگاری؟ نمیدونم. حرف راست باید زد.
کیوان که دیگه بچه نیست. اگه گفته باشه دیگه نه من نه این پسره، دیگه اسمشو نمیارم توی خونه. تمام. اتفاقی افتاده صبح اول صبحی؟ سمد؟ اصلا یادم نبود. برای آدم عادت میشه دیدی گندم. 30 سال توی ساعت من رفتم سر کار. آره درسته، 30 سالم من پا به پات بیدار شدم. آره. میگم سمد یادت روز اول استخدامت؟ آره خواب موندی؟ نه یادم نمیاد. دیر رسیدی سر کارت؟ آره آره اچ یادت تو گندم. آره عجب روزایی بود. خیلی خوب، حالا هم برو بگی بخواب، من برم یه دونه نون تازه بخرم بیارم با هم دیگه صبحونه بخوریم. تو بری بخری؟ پا نه پا، الان میرم میگم آقا سیفی ورزشو بیخیال شه، اون بره نون بخره. میخندی میارم و گندم نخواه بفهم شوالی استراحت بکنی بنده خودم میرم. 30 سال شما صبحونه خورده من رو فرستادی سر کار، الان دیگه نوبت منه دیگه، درسته؟ بفرمایید. فقط شما بفرمایید من بگی ببینم سنگک، تافتون، لباش یا بربری یا فانتزی کدوم میشه برات بخرم؟ بربری. چش. رئیس جدید. شاتر دو تا نون بده. دست درد. تشکر. دست شما درد نکنه. آقا فیضی دست درد نکنه، یه سه تا خاشخاشی به ما بده. خاشخاشی ها دونه 450 تومن هستم بدم. چه خبره بابا 450؟ ساده مقای بدم 375 تومن. آره بابا سه تا ساده شو بده، بیا 1115 تومن میمونه طلب شما. اینقدر خیلی وقت میمونه یه بابا زمان. سلام مصطفی. مصطفی ببخشید من عجله دارم، ادارم دیر شده. یه دونه من بده. مصطفی ببخشید این طور دور برای یه دونه. کارمندی؟ جان آره کارمندم، خیلی هم دیر شده. بیا این دو تا برای من کافیه. بیا آقا شما خودت چی؟ برو آقا برو این دو تا برو. این خدمت شما آقا، این خدمت شما. برو که سر موقع برسی، تأخیری نداشته. برو بابا، برو نوش جان. برو دیگه. خدا خیرت بده، خیلی باحالی. دست برو خودت باحالی. برو ببخشید. سلام. چقدر شلوغ نونوایی؟ آقا چنگیز بیا، صفو بلش کن. بیا یکی من بهت میدم که کارت رو بیا. خودت چی؟ هم یه دونه بسته. دست درد نکنه، ولی باید پولشو بگیری یا؟ میگیرم، میشناسم. اینجا چی کار میکنی؟ تو الان باید اداره باشی؟ ای بابا، دیگه تموم شد، بازنشسته شدم، رفت پی کارش. جدی میگی؟ مبارک باشه، شیرینیش گو. ای بابا چه شیرینی، یه حال بدی دارم چنگیز خان، اصلا یه جوریم. چه جوری؟ اولش اینجوریه، منم اولش اینجوری بودم. یه مدت که بگذره عادت میکنی. میگم از امروز باید برم تو پارک بشینم. راستی این بازنشسته ها تو کدوم پارک میشینن؟ هنوز شطرنج بازی میکنه؟ بلد نیستی؟ من نه، میان چه بلدم. یه واسه بگم قدیمی شد دیگه، این مال قدیم بود که میرفتن میشستن تو پارک، الان دیگه همه جمع میشن تو آژانس. آره با این حقوقا که نمیشه برید بشینی تو پارک که. آره با خیلی کم. میخوای تو هم بیای؟ مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ هیکل که میزونه. آره زن بچه هم که داری، ماشین هم که داری. آره بس من از امروز میتونم بیام. چرا نمیتونی؟ فقط یه دستی به سر گوش این لگنه بکشا. ما با لگن چی، ماشین سالمه، اسپورته. فقط یه یارو استارت یه ذره ایراد داره که اونم با 20 بند درست میشه. خیلی خب، پس منتظرتم دیگه. خداحافظ. خداحافظ. خیلی ممنون. راستی چنگیز جان چونه؟ این یارو درآمدش رو نگفتی، اصلا صرف میکنه من بیام. ببین نگران درآمدش نباش، حق کمیسیون و آژانس و خرج ماشین بذاری کنار، 700-800 برات میمونه. خوبه؟ خوبه اینجوری. بعد کارت سوخ چی میدن؟ بنزینی تا 700 تومن آزاد نمیتونم. گفتن میدن، به ما که نهیدن. خداحافظ. خداحافظ. ولی میدن 100%. بالاخره آژانس هم تاکسیه دیگه. کیوان جان، آقای کیوان پاشو مادر. پاشو لنگ زهره. بلندشو میخوام اتاق تو جمع جور کنم. کیوان. کیوان. پاشو دیگه. نگاه کن چه خبره اتاقش.
اینو واسه من خریدی؟ چیو؟ الهی دورت بگردم مادر، الهی فدات شم. انقدر دیشب دلم گرفته بود گفتم بابات که وای چه روسری قشنگی، گفتم پدرت که کارشه که روز تولد من یادش بره، ولی کیوان محاله. بله خواهش میکنم. وای یه کت دامن دارم، اتفاقا روسری واسهش نداشتم. الهی بمیرم، دیشب اعصابتو خورد کردن نذاشتن کادو رو بهم بدی. نه بله مبارک باشه. الهی فدای تو بشم مادر. برم ببینم ست میشه با اون کت دامنی. ای بابا این مال مردم بود که. خب دارم میستم هم دیگه، چقدر چیزی، صبر کن بابا. فریدو فریدو دیگه نباش نباش نداره، استکان نرمه که نیست. موقع میگی من میشورم الان باید جونه دار مایه بذاری. خب داریم مایه میذاریم دیگه. نگاه که من کفیفیش از تو هم هست، باید بری از تو هم. بابا فریدو چی کار میکنی آخه؟ همه هیگه میخوشگرم. ببند بابا پسر ببند. صد دفعه بهت گفتم فریباز ماشین بخواه به شیوری، یه دونه صد آب کف درست کن، یه صد این شیلنگ افتی رو ماشین که چی به چاپه؟ با این اوقع بازنشستگیم چجوری من بیارم آخه پول آب برق بدم؟ آقا جون میخوای یه خط درمیون نفس بکشیم شما بازنشست شدی؟ حالا بعد هم روی بودی ماشین تو بشیری بزر بشیری و قشن دیگه، گربه شورش نکن دیگه. دختر تو هم این یه ذره گلجار اینقدر نصاب بابا، متالیکش میپره. البته آقا جون ببخشید من جسارت میکنم اینو خدمت تو عرض میکنم، بابا شما 30 سال زحمت بدون کلک کشیدین بازنشست شدین، الان دیگه وقتشی که برین خونه پاتون رو بندازین رو پاتون، دست زنتو بگیری بری دور دنیا رو بچرخی. آخه آژانس من با این حقوق بازنشستگی نمیتونم دست زنم بگیرم دور این حیات بچرخم، بعد برم دور دنیا بچرخم؟ آقا جون من میگم یه کاری کن، این قلیون بلنده بگیر، یه خونسار یا برازجون بگیرم این وسط حیات بچاق بکش، دنیا دور سرت میچرخه. بشو بابا ماشین رو بشو نه صاحب اینقدر بابا متالیکش میپره. بابا بفرمایید چایی. دست درد نکنه فریبرز، بیا بیا بیا. ما هنوز کار نکردیم که چای آوردی یادم. ولی دست درد نکنه میچسی. بیسکویت بفرمایید. بابا میگم که فریبرز ولی بیرا نمیگه ها. ببخشید به نظر شما زشت نیست بعد 30 سال کارمندی میخوام بریم در آژانس؟ آژانس مگه چشه دخترم؟ آژانس یه کار فرهنگی اجتماعیه، توجه داری؟ بعدش هم تو که میدونی وامم جور نشده، همین فرداست که این یارو سرکلش پیدا بشه که بابت خرید جزیه چک بهش دادم. بعدش هم عروسیت هم خرج داره، دانشگاه خواهرت هم خرج داره، جواب طلبکارای این 16 باید بدم، فردا هم میگه زن میخوام، اینا همه خرج داره، من کجا بیارم دخترم؟ تنها کسی که تو این خونه خرج نداره میدونی کیه؟ این مادر مهربونه. چرا چی میکنی؟ ببخشید شوخی بود گنزو. شوخی سلام هاما جون، فخریم، با سینا اومدم، مزاحم که نیستم؟ خواهش میکنم، بفرمایین تو، بیا تو. خیلی خوش اومدین. چه عجب فخر جون، راه گم کردین. دست شما درد نکنه. بفرما تازه دمه، بفرما آقا سینا. خیلی خوش اومدین. سلامت. چه خبره فخر جون؟ ای وای، یادم رفت این چیزشو بریزم. هاما جون، بابا بیا یه دقیقه میخوام خودتو ببینم. یه کار واجب باهات دارم. ببخشید این سیروس و کیوان تازه رفتن، اصلا وقت نکردم خونه زندگی رو مرتب بکنم. ببخشید تو رو خدا. چه خبره؟ دست درد نکنه. خوبی دیگه آسینا، شما خوبی؟ جی نگاه کن بگو آخه اینجاست، اینجاست، اینجا نگاه کن. ببخشید تو رو خدا. جونم بگو چی می‌خواستی بگی؟ می‌خواستم ببینم که واسه آقا صمدینا اتفاقی افتاده، مشکلی پیش اومده. نه فقط آقا صمد بازنشست شده، چطور مگه؟ آخه فریبا از سینا خواسته بود که تاریخ عقد عروسی رو عقب بندازن. البته از سینا قول گرفته که سینا خودش بگه تاریخ رو عقب بندازن.
جدی میگی؟ بله. فکر میکنم به خاطر اون وامه باشه. آخه اینا دست بالشون تنگه یه خورده. بعد درخواست یه وام کرده بودن. این وامه نشده. الهی بمیرم. چقدر مردم گرفتاری دارن. حالا چی شد بالاخره تاریخشو عوض کردین؟ آقا سینا. سینا؟ نه خیر. هیچ مشکلی نیست. آخه شما از وقتی که اومدیم رو چشم از این ور نمیداری. دوست دارین بفهمید. آخه خیلی شبیه همون کادویی که من دیروز برای فریبا خوندم. قابل شما رو نداره ولی خب نه اینو کیوان پسرم واسه من خریده. ببین چه گوشواره‌ای گرفته واسه من. فخر. ولی خداییش بچه تو اینسه ببین چقدر با سلیقه. مبارکه. آخه شب تولدم. تولدت مبارک. قربونت برم. خیلی ممنون. خانم جون ببخشید تو مطمئنی که این آقا کیوان برات خریده؟ خب معلومه پس کی خریده؟ من خریدم. شما واسه من خریدی؟ نه واسه تولد فریبا خانوم. بله. دیشب با یکی از با دسته گل بردیم دم در خونه شون. بعد من نمیدونم این اصلا اینجا چی کار میکنه. همین. نه بابا اشتباه میکنین. اصلا تولد فریبا که تو این ماه نیست. حالا اگرم باشه خونه من چی کار میکنه؟ یه لحظه اجازه بدین. بفهمی. نریزیم به هم اونا رو. خواهم نگر دارم. خودش دیگه. اینجا رو بخونین. چیه؟ فریبا خانم تولدت مبارک از طرف سینا و خانواده ملکی الان معلوم میشه. کیوان! وا این که گفت کیوان و سیروس نیستن که؟